بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 31 ماه می سال 2019 میلادی و برابر است با 10 خرداد ماه 1398. ما یه فکری سالها تو سرمون بود، یادم از موقعی که از تلویزیون رنگارنگ رفتم با تلویزیون ما آقای مهران صدری کار کردن، فکری این بودم که یه اتوبوس مدرسه ای رو برداریم و به صورت کتاب خونه در بیاریم و راه بیفتیم بریم این ور اون ور، هم از صلح صحبت کنیم هم از ایران. نشد. حالا پیرتر شدیم، هرچی پیرتر میشی بالاخره باید به آرزوهات نزدیکتر بشی و آمریکایی‌ها میگن باکت لیست، یعنی شما یه کاغذای نوشتی انداختی توی سطلی توی توبرهی و این باکت لیست ما یکیش اینه که را بیفتم این 48 استیت رو، اونایی که اونور آب آلاسکا و هاوایی رو فعلا نمیشه با اتوبوس رانندگی کرد تا بعدا، بریم این 48 استیت روی این اتوبوس هم اگه کسی پیدا بشه میتونیم حتی آگهی های اونا رو بنویسیم و اینها، ولی بیشتر میخوایم باشه Peace on Earth، یعنی صلح روی این کره زمین و با مردم صحبت کنیم، چون بعضی ها اصلا خبر ندارن اونور دنیا کشورهای دیگه چه خبر هست. اگر کسی مایل هست که در این رابطه همتی کنه حمایتی کنه، ما نوشتیم شاید این کار احتیاج به 10,000 دلار داشته باشه تا شروع کنیم، یه اتوبوسی بخریم رنگش کنیم، یک گوشهش اتاق بسازیم، یه جایی مثل استدیوی کوچولویی داشته باشیم. برای این اتوبوس ها باید ماهواره که چه عرض کنم، باید یک دیش، یک سینی گنده داشته باشی، یه بشقاب تا بتونی باهاش اینترنت بگیری و اینها و را بیفتیم. حالا اون وقتا تا اینو میگفتی یک کسایی پیدا میشدن پا قدم جلو میذاشتن پا پیش میذاشتن به قول معروف و میگو آقا من حاضرم این کارو کنم با شرطی که مثلا اسم وبسایت ما رو بنویسی فلان اینها. بعد الان خیلی مشکل شده چون اطمینان ندارن، بعضیا میگه حالا ما پولو میدیم به سوربی، پس فردا میگه آقا میدونی اتوبوس گیرم نیومد، گفت بهتره خب این پولا رو بدم آبجو بخورم و با دوستان آبجو خور راجع به صلح و صفا صحبت کنم. آقای ابهری ممنونم اگه برنامه ما رو میبینید، الان برنامه زنده است و در حین برنامه زنده این پیامای شخصی به اصطلاح خیلی نمیتونن کارساز باشن. بذارید من این گوفاندمی رو پیدا کنم و برای شما دوستان هم شیر کنم و امروز برای دو تا از دوستان نوشتم عجب ملت جالبی هستیم، هر کی هر چی براشون میفرسه اینا با یک بیلاخ، حالا یا بیلاخ ایرانی منظورشونه یا موفق باشید خارجی جواب میدن. من همین الان رو فیسبوک گذاشتم، بذارید رو فیسبوک مردم تیوی هم بذارم GoFundMe، شاید شما هم یه روزی احتیاج بهش پیدا کنید. وقتی یک کاری دارید، حالا چه ایژوکیشن چه کمک چه مریضی چه نوعای مختلف خودش پیشنهاد میکنه، اینا رو شما میتونید برید روی این وبسایت و بهش بگید که به اصطلاح من احتیاج به کمک دارم و دیگران کمک میکنن. خیلی هم فعاله، مثلا یه نفر میگه دندونای بچه من کج و موجه، تو مدرسه اذیتش میکنن و اگر امکان داره شما پول بدین اینو درست کنم. یه دفعه میبینی در عرض یک ساعت این مثلا 3,000 دلار میخواسته 30,000 دلار بهش میدن. البته خدا رو شکر ما با 20,000 تا دوست روی فیسبوک و اینور اونور هنوز با ایمیل نفرستادن، ما تا این کار رو کردیم دیدیم که بیا این یکی هم که بیلاخ نفرستاده ببینید چی نوشته. سوربی این هیپی بازی ها چیه؟ اتوبوس سول لطفا گل و بلبل و دود و الف هم چامشنی کن، تیشرت مخصوص هم درست کن. چرا نه؟ چرا نه؟ ببین همین شما این وودستاک و هیپیا و اینها رو ببین، هر آرزویی که اونها اون روز داشتن که دنیا مسخرشون میکرد امروز یکی یکی داره جامعه عمل میپوشونه. و چرا نه؟ چرا نه؟ شما که دیدید همین
ماجرای حقوق معلم ها رو میخوان، 4 نفر جمع میشن یه جایی و چه فایده داره ما بشینیم اینجا برای شما صحبت کنیم، شما هم به اون یکی فحش بدید، اونم به اون یکی فحش بده و الی آخر. در اصلات ممنون و متشکرم. آها، برای یکی از دوستان نوشتم که ما ملت جالبی هستیم، طرف مینویسه که من این برنامه رو دارم، نمینویسیم. همین سعید الان کار خوبی کرد که چرا مثلا این کار میخوای بکنی، به نظر ایشون کار مسخره‌ایه. این خیلی بهتره یه بیلاخ بفرسیم، این بیلاخه اگه گفتیم آقا یعنی چی، ما گفتیم کمک کنید، شما گفتی بیلاخ، میگه نه آقا منظور من موفق باشید بود. آقا به فارسی بنویس موفق باشید، به انگلیسی بنویس گود لاک. چه به سر ما اومده هممون با علامت و علم الاشاره با هم صحبت میکنیم، لابد چند روز دیگه هم بر میگردیم به جایی که بنویسیم خرچنگ یه خری میکشیم و یه چنگی، به جایی که بنویسیم مارم یه عکس ماری میذاریم. خب ما چه فرق کردیم با اون عصر حجر که سواد نداشتن؟ خدا لعنت کنه این فیسبوک رو. خب آقای اکبری هم هنوز از راه نرسیده، ماشاءالله با سوال میاد، نوشته حالا شما چرا امروز تصویر نداری؟ شما اگه سر موقع اومده بودی کاکو میفهمیدی، حالا چون سر موقع نیومدی جریمت اینه که بعد از برنامه برگردی برنامه رو از اول نگاه کنی، اونجا میفهمی که چرا تصویر نداری. اینجا امروز اینترنت قوی با بندویت مناسب نداریم که بتونیم هم فیسبوک روشن کنیم، هم فیسبوک دور رو روشن کنیم، هم اون یکی به اصطلاح بهش میگن OBS رو را بندازیم، هم اکسسپلیت رو را بندازیم، هم اون یکی دیگه برای ضبطش انکودر ویندو رو را بندازیم. تصمیم گرفتیم که ما بمونیم در تاریکی و من و شما هر دومون روشنایی رو بپاییم. اجازه بدید من این مردم tv.com که اینجا نوشتم تیویشم بزرگ کنم که شما متوجه بشید که این دو کلمه است، ولی تو کار اینترنت اینا رو به هم میچسبونن. مردم tv.com وبسایت ما هست که هر وقت مشکلی داشتید میتونید، اگه از طریق فیسبوک ما رو نمیبینید میتونید برید اونجا ببینید و بشنوید. دستان ممنونم. این آقای سعید خان خیلی زبله، نه که معلمه، سر کلاس و اینا بلده دیگه چجوری رفتار کنه، فوری الان عوضش کرد، گفت آقا سوربی فکر نمی کنم کار مسخره‌ای باشه، انگیزه بسیار جالبی هست. خب پس برو حقوق که گرفتی امروز اولین حمایت از طرف شما برسه. خلاصه وقتی برای این دوستان فرستادیم، یکی از اونا که شما میشناسینش آقای سلیمانی برداشت نوشت که آقا من سر کار هستم، اصلا نه نگاه کردم نه خوندم، فعلا این بلاغ رو فرستادم تا بعد برم خونه ببینم چی میشه، حالا ببینیم که بعد چه میشود. خب بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، 8 دقیقه دیر شروع کردیم، شادم 9 دقیقه 7-8 دقیقه هم مشکلات خودمون رو گفتیم که اصلا به شما هیچ حرجی نداره و همه شما میگید به ما چه. بریم سراغ نوشته هایی که اینجا گذاشتیم. ما دیگه امروز تصمیم گرفتیم این دوستمون رو آقای خزائی رو واقعا اخراج کنیم، چون ایشون هرچی ما گفتیم گوش نداد و گفتیم که آقا اگه شما گوش نمیدی ما چرا به حرف شما گوش بدیم. خب دوستان عزیز ببینم براتون اینجا چی گذاشتم. اه چه خوب، نوتیفیکیشن آف دونیشن ریسید $50 هم الان از یکی از دوستانی که البته ایشون هر ماه لطف میکنه $50 میفرسته، من ممنونم از ایشون. نمیدونم میخوان اسمشون گفته بشه یا نه، من اون کاری زشت رو که تلویزیونای دیگه میکنن این زیر همینسن حسن علی $3 داد، اون حسین علی $10 داد، هنوز ما $30,000 دیگه کم داریم، فکر میکنم کار لو کلاسیه. لو کلاس رو به فارسی چی بگیم؟ حتما میخواد بگه کلاسش پایینه. بله، ولی بعضی وقتا میگن مؤثره، میگن طرف وقتی اسمش رو میبینه که نوشته شده اون زیر، وقتی که مثلا من بنویسم آقای اکبری $30 داده، دفعه دیگه یادش میاد که ای بابا من ندادم ولی این نوشته داده، بهترم برم بدم. بعضی وقتا این دادن و ندادن و کردن و گرفتن و اینها مشکل ایجاد میکنه. دوستونم از خلیج فارس در این مورد صحبت کرد، گفت یک کمی اینایی که به فارسی صحبت کردن ایشون ایراد میگرفتن فکر کنن ببینن چرا اینقدر ما فعلهایی داریم که دادن میاد و یکی دیگهش میاد کردن،
مثلا میگه شما این کار رو کردی، او یکی میگه مثلا باغچه رو آب دادی، در صورتی که لابد آب دادن مثلا باید بشه آبیدن یا این کار رو کردی کاریدن. من نمیدونم، در هر صورت این زبان فارسی اینها چندین مقاله مختلف تا حالا خوندم، اگه یک کسی میخواد بیاد درباره‌اش صحبت کنه، این شما و این هم تلویزیون مردم و به اصطلاح با شما خواهیم بود و از نظرات شما دیگر بینندگان رو هم آگاه میکنیم. اجازه بدید من این ایمیل رو که پرونده برنامه‌های زنده رو اونجا نگه میدارم به عنوان لایف پروگرام باز کنیم و با هم برنامه جمعه رو همراه و همگام باشه. میگن که این یک صفحه از آگهی فرستادن زن از مشهد به عراق است. در آگهی مخارج و طرز پرداخت شرح داده شده. صفحه های زیادی از عکس زنان چاپ شده. این زنان اغلب بیوه و یا مطلقه هستند. در عراق بیش از 5 میلیون از همین نمونه زنها هست. افتضاح کوری اساکش کور دیگر شده. و ببینیم که این آگهی چی هست. این آگهی به عربی، ایشون هم از روی تلفنش عکس گرفته فرستاده، ما هم عکس این تلفن رو به شما نشون میدیم تا بیاد اینجا و ببینید چی نوشته. خب همه به عربیه، ولی میگن که این خانم ها عکسشون اینجاست و بله اون دوستون میگه هیچ نیازی به بردن نام نیست، زنده و پیروز در مقابل زحمات هیچی نیست، خودم هم راضی به بردن نام نیستم. خیلی ممنون. پس تو این قسمت هم من و شما با هم وجه مشترک داریم. خب خانم میلانی میگه که از این کلمه بیوه من نفرت دارم. خب یک کلمه دیگه بگو. زنان بی شوهر، زنان شوهر مرده. و اینجا هم هست دیگه، اینجا میگن چی؟ ویدو. اون مردی هم که زنش مرده باشه بهش میگن ویدوئر. بله باز ایشون میگه که وقتی که اینجا کسی نتونه افکارشو شیر کنه پس بناید از آخوندها ایراد گرفت. نباید شما نشتی بناید، نباید از آخوندها ایراد گرفت. منظورتون از اینجا چیه؟ در آمریکان، در کشورهای دیگه است؟ یا منظور شما از اینجا این تلویزیونه؟ اگه این تلویزیونه که من اگر شما 100 دلار بفرستی میرم 2 ساعت وقت میذارم خانم لیلای گرامی و دفعاتی رو که من هم اسم شما رو بردم هم از شما خواستم که بیاین نظر بدید رو به صورت یه فیلم 2-3 ساعته میارم اینجا نشون مردم میدم، فلان روز تو این دقیقه اینو گفتم، فلان روز تو اون دقیقه اونو گفتم. تنبلی خودتون رو گردن اینو اون نندازید. اینکه ای آقا چرا در رابطه با گلها صحبت نمی کنی؟ شما بیا در رابطه با گلها صحبت. ای آقا چرا آموزش آشپزی نمیدی؟ شما بیا آموزش آشپزی بده. ای آقا تو ایران دارن تجاوز میکنن، شما چرا چیزی نمیگی؟ آقا به بنده تو ایران تا موقعی بودم تجاوز نشد، شما بهت تجاوز شده؟ بیا اینجا بگو. گفتم آقا، یه وقت خانم لیلا ناراحت نشه، چون آقایونی بودن که رفتن برای پناهندگی، گفت گیه، گفت تجاوز بهش شده، بعد که اینجا دعواش شد تو لس آنجلس دیگران بهش گفتن برو بچه فلان، گفت آقا دروغ گفتم، که اگه همونو ایمیگریشن و اداره نمیدونم هوملند سکیوریتی اینها ببینه میاد با سلام سلوات پناهندگی ایشون، اقامت دائم ایشون رو لغو میکنه. همش برمیگرده به اینکه کارمون خیلی خرابه. خب هر کی اینجا پیام میذاره فوراً اتک میکنی. اگه باز منظورتون به منه، این حق منه که شما نظرتو میگی، منم نظرمو میگم. اگر منظورتون به دیگران هست که اون روز دیدم خیلی ها به شما اتک کردن، اینو شما درست میگی، ولی حق اوناست که به شما اتک کنن. شما یه چیزی نوشتی که طرف ناراحت شده،
خب میخوای وقتی میای یه سمی یه پودری بریز اینجا، همه بشین مرده، هیچی نگیم، شما هر چی دلت خواست بنویس، هر چی هم دلت میخواد بگو. آخه این که نمیشه دوست عزیز. اگه میخوای میگی به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. آقا ما که دیگه خانم، ما که دیگه از سنگ بی جان و بی جسم تر نیستیم. شما برو توی کوهی فریاد بزن قرمسا، اون بهت میگه قرمسا 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 قرمسا، شما یه بار گفتی اون صد بار تکرار میکنه. یا ننویس، یا اگه مینویسی تحمل جواب دیگران رو چه منطقی و چه غیر منطقی داشته باش. حالا چرا میگم حتی جواب غیر منطقی رو هم تحمل کن؟ مثل خود من اینجا، من وقتی میشینم، شما وقتی میگه خدا خفت نکنه بیا آمده من عصبانی کرده، حالا خودش خنده، اصلا بنویس یه چیزی مینویسن به جای این laughing out loud، یه چیز دیگه مینویسه سعید، که مینویسه من دارم میخندم و رو زمین دارم میغلطم. فکر کنم آموزش آتش سوزی میده در مدرسه ها، rolling on the floor، یه چیزی اینجوری ROF ها، rolling on the floor. در هر صورت خوشحالیم که شما میخندی. I can handle attack you can't. خب دوست خوبی هستی، همین که شما میدونی که من نمیتونم اتک کنم، ولی باز اینقدر بدذات بازی در میاری که اتک میکنی، خب این یه مشکله، یه دکتر جامعه شناس میخوایم که بیاد اینجا صحبت کنه. خب دوستان، از شوخی که بگذریم، روز جمعه است، اگر شوخی جوکی مطلبی دارید بفرستید تا ما هم بفرستیم برای دیگران از طریق تلویزیون مردم. دوستان عزیز، در تلویزیون مردم شما میتونید هم برنامه داشته باشید، هم انتقاد کنید. همین امروز آقای ابهری یه چیزی نوشته بود، یه مقاله رو فرستاده بود به انگلیسی، گفتم ابهری جان تو که میدونی بیشتر ما ایرانی ها مثل من تنبل هستن برای خوندن، وای به روزی که این مقاله به زبان آلمانی و انگلیسی و اینها باشه، دیگه میشه قوز بالا قوز. چطور شما این مطلب رو بخونی، لب مطلب چکیده و اساره این رو به صورت پیام برای ما ارسال کنی؟ حالا نمیدونم این کار رو انجام میده یا نه. ببین خانم میلانی، از بس دوستان از شما میترسن میرن تو قسمت مسیج تو پستو به من پیغام میدن، وای این خانم میلانی امروز دوباره پیدا شد، الان سرمونو میبره. بگم اینو که نوشته که شر به پا کنم؟ بگم دیگه، نه نمیگم. خب every program you attack me this is the joy I watching you. آقا تو هم مریضی، تو هم مریضی، اگه دوست داری که بیای و ما اتک کنیم و لذت. دوستان کلمه joy و happiness رو اگه یه کسی میتونه برای من به فارسی ترجمه کنه، چون میگن شما ممکنه در زندگیت happy باشی ولی اون جوی رو نداشته باشی، و اون جوی هست که آسایش و آرامش به شما میده، در صورتی که هپینس نیست. هپینس مثلا شما با خرید یه ماشین خوب هپی میشی. من می‌خواستم بگم مثل نجفی با گرفتن یه زن جوان ممکنه هپی بشی. بعد الان چه هوشداری شده برای این زنای جوانی که میرن دنبال، مخصوصا دولت مردا، اگه یکی دیگهشون بزنه زن جوانشو بکشه، فکر کنم دیگه هر زنی یکی میاد سراغش اول ازش میپرسه آقا شما تو دولت کار میکنی؟ اگه گفت بله میگه برو گم شو، نمیخوام. در اصل ماجرای اون خانم میترا استاد هنوز هم سرتیتر. این دوستمو خیلی از شما میترسه خانم میلانی، میگه تو رو به خدا شر را ننداز. چش ما امروز نیومدیم اینجا شر را بندازیم، ما امروز اومدیم صحبت از دوستی و خوشحالی و خنده و شادی باشه و همه اینها. میگه که کاکو جون ایده بسیار خوبی است، هیچ نیازی، آها اون ایده بسیار، آره بله، راجع به اون اتوبوس صلح و اینها صحبت میکنم. میدونید که من وقتی که اون دوتا دوچرخ سوار به نام امیر و حسن آمده بودن اینجا، من تو تلویزیون رنگارنگ برای اینا تونستم پول جمع کنم. من تنها نبودم، دیگرانم بودن، آکشن براشون راه انداختیم، گاهی وقتا مهمونی های راه مینداختیم، مهمونی های خصوصی که دوستانی را دعوت میکردیم که میدونیم دستشون به جیبشون آشناس و کمک میکنن. در هر صورت چیز
حالا نمیدونم اصلا نتیجه داد اینا با دوچرخه این بیچاره ها از هندوستان و پاکستان و نمیدونم چرکستان و همه جا گذشتن آمدن اینجا و رفتن لاس وگاس و لس آنجلس و اینها، بعدم برگشتن ایران و هر دو هم ازدواج کردن و هر دو ایران هستن. نمیدونم اگه امروز ازشون بپرسی میگن کار ما کار تأثیرگذاری بود، خوشحالیم که این کار رو انجام دادیم، یا میگن اتلاف وقت بود و وقت تلف کردیم. ولی اون موقع ها واقعا مردم کمک میکردن اینها. بعد آقای بها ابهری میگه که برای اون مطلب برای اون مطلب چشم پیام میذارم، در پیام به اصطلاح دیر پیامت رو گرفتم، خیلی ممنون اینها. بله خانم میلانی هم میگه لپتاپ من تایپینگ میس میکنه. اب نداره، ولی مواظب باشین این مخصوصا اون کورکشن آپشنی که روی ایمیل ها هست و اینها خیلی دردسرهای بزرگ درست کرده. حتما قبل از اینکه این کلید انتر یا کلید سند رو ارسال و اینها رو بزنید یه بار خودتون بخونید ببینید چیه. میگه که Constitution of United States said we try to in pursuit of happiness means we may never reach it. آها، میگه حتی اساسنامه و قانون اساسی آمریکا میگه ما سعی میکنیم تا بریم دنبال شادی و اینها، ولی هیچ گارانتی نیست. آقای لطیف زمانی Good afternoon to you and thank you for your program and good luck. Thanks again. آقای زمانی خیلی ممنون که شما درباره اون دوست و فامیل دوری از ما که مشکلی براش پیش اومده توی انگلستان هست و اینها پیغام گذاشتید. حتما با هم صحبت کنیم ببینیم که اگه میشه به ایشون یه کمکی بکنیم، چون مادرش در ایران حقیقتا دیگه در حال موته و تنها چیزی که ایشون رو میشه بگیم نگه داشته اینه که چشمش به دیدن این فرزند روشن بشه، باز بشه، تا اون موقع با خیال راحت بمیره. دوستان شما قبول دارید که بعضیا نمیمیرن و منتظر یه اتفاقی هستن؟ مثلا یکی میگه من تا پسرم عروسی نکنه نمیمیرم، مریض میشه توی تخته، توی چی میگن دوشک و روی اینها، ولی به قول معروف جون نمیده. باور دارید یا ندارید؟ من یکی دو موردش رو دیدم و ولی هنوز نمیتونم بگم به این باور دارم یا نه. خیلی ممنون. آقای لطیف زمانی میگه درود خدا بر شما. آقا ما رو ول کن تو رو خدا، با خدا درود شما و سلام من به شما از همه چیز بهتره، چون هم شما موجود هستی، هم من موجود هستم، هم دیگر رو میشناسیم. حالا این خدای ندیده و نشناخته که هر کسی از ظن خودش برای من و شما یه چی میگه، بهتره اونم مثل مسعود رجوی که رفته قایم شده. ببین خدا هم اگه ریگی به کفشش نبود، خب آقا بیا بیرون دیگه، چرا رفتی قایم شدی؟ بعد هر از گاهی به همه میگه من اینجا هستم، خب بیا بگو منم. یادتونه وقتا میگفتن آقا بیا جلو مثل آدم حرفتو بزن. حالا حتما میگه خدا من آدم نیستم که بیام مثل آدم حرف بزنم. نمیدونم، در صورت ازت ممنونم، شما لطف کردی و خیلی جالبه که شما گفتید که شاید اصلا این اسمی که من گفتم به اصطلاح موکل خود شما باشه. البته اون چیزی که به پدر مادرش، پدرش که فوت شده، اون چیزی که به مادرش و برادرش و اینها گفته در ایران، من فکر میکنم حقیقت مطلق نبوده، چون برای نمیدونم زن طلاق دادن و این چیزا کسی رو زندان، اونم 10 سال اینجوری، من نمیدونم. خلاصه من میگم شاید اینم مثل این آقای نجفی زده زنه رو کشته، داغون کرده. یادتونه گفتم یه ایرانی دوست ما بود تو آلمان، چقدر این آقا زرنگ بود و کلی پول جمع کرد. والا بعضی وقتا من احساس گناه میکنم، ای کاش من قالتاق بودم، من پولاش خورده بودم. وقتی فهمید اینجا ما بیزینس باز کردیم، از آلمان به من تماس گرفت که سوربی من به تو اطمینان دارم، من این پول رو برای شما میفرستم، شما بذار تو کار. و سود بردیم، ضرر کردیم، خب دوتامون با هم ضرر کردیم. من بهش گفتم نه من راضی نیستم، من راحت نیستم، و
و نگرفتم. این آقا با یک خانمی آشنا شد، خانم داشت میمد آمریکا، به این گفت که پولا رو بده من ببرم آمریکا اونجا برات اقدام کنم. خانم آمد اینجا با این پولا رفت با این و اون دوست شد. اتفاقا همین سعید پروندهشو برای من فرستاد و بعد اون آقا اون خانم هم فکر میکرد که خب این حالا دیگه آلمان مونده، منم که اقدامی نکردم، هیچ وقت پاش به آمریکا نمیرسه، امان از دست این لاتاریا. اون دوست ما در آلمان لاتاری برنده شد، آمد اینجا. اونجوری که من شنیده بودم میگفتن رفته به این گفته بیا بریم صحبت کنیم پول منو پس بده و فلان اینا، اونجوری که سعید داستانو برای من فرستاده بود گویا رفته بوده کمین وایساده بوده، این خانمه از خونه که میاد بیرون میره سر کار، ملت پول مردمو نخورین، طرف میاد کمین وای میسه با ماشین میاد میزنه بهتون، شما میمیرید اونم میره زندان. حالا اونجوری که من شنیدم میگفتن این خانمه آمده راضی شده باهاش صحبت کنه، این رفته بنزین گرفته این خانمو تو ماشین سوزونده. ایداد بیداد، ایداد بیداد، پول چه ارزشی داره که آدم زنده زنده کباب بشه؟ ما دستمون داریم یه چیزی رو درست میکنیم، دستمون میخوره به یه چیزی که گرمه، یکم میسوزه تا مغز استخونمون سوت میکشه. و شما فکر کنید یه نفر انقدر عصبانی بشه از یه کسی که بیاد این رو زنده زنده در ماشین بسوزونه. و البته یه مدت هم از این تلفنای چیز دستش افتاده بود به من زنگ میزد، بهش گفتم آقا تو رو خدا این کارو نکن، چون هم خودت اونجا برات مشکل پیش میاد تو زندان، هم میان یقه ما رو میگیرن میگن آقا این چجوریه. یه آقایی هم یادتونه یه مدتی زنگ میزد، اونم گویا خانمشو کشته ولی میگه دروغ گفتن به من بستن و اینها. بعد از زندان زنگ میزد، بعد بهش گفتم آقا شما چجوری از زندان زنگ میزنی؟ گفت از این تلفنای قاچاق. گفتم نه 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 نه، اگه شما از تلفن زندان زنگ بزنی که میگه فلانی از زندان میخواد با شما زنگ بزنه قبول میکنی یا نه من صحبت میکنم، ولی از این تلفنای قاچاق من نمیخوام. اینم از این. آقای لطیف زمانی چشم، حتما این کار رو میکنم، please send me the detail dear I promise you. خیلی ممنون، شما پرامیس هم که نکنی حرفت برای ما قوله. خیلی ممنون، متشکرم. بریم دیگه، دو ساعت و نیم یعنی دو و نیم شده. این آگهی صادر کردن زن از ایران و اون خانم لیلا هم نوشته بود، اون خانم میترا استاد خودش خواسته، یه جورایی من با این خانم میلانی هم عقیده و هم باورم. ببینید خانم 36 ساله ای که یک سال قبل که 35 سالش بوده رفته شده زن یک مرد 68 ساله، اگه نگاه کنید موقعی که این خانم رفته مدرسه اون آقا وزیر امور وزیر آموزش پرورش مملکت بوده. خب این خانم تو 23 سالگی یه بچه گیرش اومده که الان 13 سالشه. بچه پسره الان اومده میگه که این مادرش کتک میخورده، کتکش میزدن، که یه چند نفر از این سازمانهای حقوق بچه ها و اینها گفتن این کاری که نوارای این بچه، صداهای این بچه، نوشتهای این بچه رو پخش میکنن خود این یه نوع کودک آزاریه. حالا اون خانم میترا رو بذاریم کنار که اینا افراد سودجوی هستن، میگن من چرا بیام برم بشم زن همسن خودم که 36 سالشه، اولا چون طلاق گرفته و بچه داره و اینها، هیچ کی دیگه نمیگیرتش، این یک. بعد تازه الان یکی هم بیاد اونم شرایط از این بدتر، میگه حالا من به تازه بیام برم تو خونه این، هر وقت میگم نهار میگه گوشت گیرم نمیاد، خلاصه میگه میرم میشم زن این فلانی، همونجوری هم که گفتم حالا دیگه مرد شورش ببره، 5 دقیقه هم میاد دست خر رو میزنه تو لجن و میره و زندگی خوبی میکنه. این خانم ویلا داشته، خونه داشته، شرکت داشته، فلان داشته و اینها. اینا سودجو هستن، اینا تنفروش هستن، اینا اسکورت هستن، اسکورت های قیمت بالا، های کلاس پراستیتوت، های کلاس بچ. ولی این بیچاره ای که عکسشو میندازن در مجله های عربی عراق که این خانم حاضر از مشهد بیاد اینجا، دوستان ای کاش همین باشه، ای کاش آشکار باشه. شما همینجا بهتون گفتم پریروز توی کرگلیست، چون من چیزایی که در رابطه با فیلم و ویدیو و اینها هست به اصطلاح فلگ فرستادم برای من میاد، آمده بود طرف نوشته بود احتیاج داریم به یه دختر یا زن 18 ساله تا 35 ساله که بیاد در فیلم های آنچنانی شرکت کنه.
این خیلی خوبه که آشکار باشه. توی آلمان اگر تنفروشی مجازه خیلی خوبه، طرف میره آزمایش دکتر میکنه، سفلیس و مرض و ایدز و اینا اگه داشته باشه میزننش کنار. ولی اونجایی که زیر چادر پنهانی، اون میشه ماجرای ایرج میرزا. گفت حالا شما خواهر عزیز چادر تو سفت بچسب اون بالا، منم اون پایین کار خودمو میکنم. و این که شما میگید، ما اون روزم پرسیدیم به نظر شما چاره کار چیست؟ هیچ که تا امروز نتونسته برای تنفروشی، برای سکس، برای اسکورت، برای پراستیتوشن راه حلی پیدا کنه. اینم از این ماجرا. گاهی اوقات انسان را به مرحله ای میرسانن که حاضر میشی طرف را قطع قطع کنی، آتش زدن که چیزی نیست. الان به این آقای اکبری به پلیس محلش خبر بدیم، بگیم که آقا یه دو سه روز ایشون رو دستگیر کن. چه میدونم والا، در ایران جان زن ارزشی نداره. خب حالا من یه چیزی به شما میگم خانم لیلا، این یه بحثی باشه اگه یه روز دوست داشتی مهمان ما باش، شما که زنی نماینده زنا بیا صحبت کن. یه بیننده ما داشتیم به نام ایرج. این آقا ایرج توی ارتش بود و اینها، بعدن اینجا دیگه حالا بازنشسته شده بود، یه کاری کوچیک و راحتی برای خودش پیدا کرده بود و بیشتر اوقاتش رو با خوندن و با گوش دادن رادیو و تماشای تلویزیون میگذرد. آدم دانشمندی هم بود، میدونست چیزها رو چون میخوند و تحقیق میکرد اینها. این یه دفعه ما یه بحثی گذاشتیم راجع به این بانوان، چرا یه دختر میاد با یه آقایی که زن داره رابطه برقرار میکنه، چرا دوست خانمه میاد با شوهر به اصطلاح دوستش رابطه برقرار میکنه. این آقای رج گفت آقا شما نگاه کن، تمام خانمها دشمن هم دیگه هستن. گفت شروع کن از مادر شوهر و خواهر شوهر، عروس، حوو، همش میبینی زنه. درسته اون مردم اون کنار یه نقش 25% بازی میکنه، ولی نقش 75% که به 100% میشه منتهی خانمه بازی میکنه. خانمه است که میاد حوو میشه، خانمه است که میاد زن دوم میشه، زن سوم میشه، زن چهارم میشه. همین خانمه برید نوشته هاشو نگاه کنید با چه وقاحتی راجع به ازدواج دوم و سوم صحبت میکنه، افتخار میکنه، عاشقانه قربون این آقا میرفته. حالا اینا رو شما ول کن، اون زن اولی کوفتیش، اون میگه من عاشق این مردم و من نمیدونم این زن دوم چه به سر آورد، این آورد که این اینجوری وحشی شد. یکی نیست بهش میگه اولاق من نمیدونم تو به چه به سر زن مرد آوردی که مرد به این خوبی رفت سراغ یه گوهی مثل اون. سوالا خیلی زیاده. اون شعره مال کی بود؟ گفت گفتنی خیلی زیاده، فکر کنم مال مهستی بود. بله، استاد شریف دانشگاه و فارغ التحصیل MIT هم دوچار جنون شده، پرت و پلا میگه و حرفهای متضاد زده. این آقا که اصلا مثل که متوهم بوده، میگفته نمیدونم منو شنود میکنن و فلان و اینها. پس به این نتیجه میرسیم آقا فقط ما مال خولیایا نیستیم که تو خارج هستیم، داخل هم اینجوری هم. بله، میگه روتلس اسلامیک رژیم. این اسلامیک رژیم که خب رژیم اسلامی بی بنیاد، بی پدر و مادر، این ایران protect men in killing their wife no matter what the reason is. بله، میگه که این بی پدر و مادرها توی ایران مردا رو چنان حمایت میکنن که اونها هم به خودشون اجازه میدن دست به هر جنایتی بزنن. خب ممنون از شما، دیدی حال نظر شما پخش شد، کسی هم نیامد بهت حمله کنه. خب میگه که بلومبرگ نوشت روسیه، اجازه بدین، روسیه سامانه موشکی S-400 یا S-400 رو به ایران نمیفروشد. ببینید چجوری اینا بازی میکنن با ملتای بدبخت که اسیر حکومتای دیکتاتوری و عقب افتاده مثل آخوند، مثل شیخ، مثل شاه هستن. امروز یه کاغذی رو بهتون نشون میدم
گرانی سال 1345 فکر کنم، چون میدونید یک سال قبل از انقلاب گرانی، من بهتون نشون دادم که رو فیلم بود، خانمه میگه ما پرتقال نمیخریم، و ملت میگه آقا اون وقتا 2 تومن میبردیم، همینا میدونم اینو میخریدیم، هم اونو میخریدیم، هم اونو میخریدیم، هم بابامونم میبردیم چلو کبابی. آقا خانم والا بلا اینجوری نبوده. اگه اینجوری بود این مردم الاغن، اگه این مردم الاغن شما با ملت الاغ چه کار داری؟ دوستان تفاوت مردم و ملت و اینها رو آقای هوشنگ امیرعبدی یه حرفی زد درست گفت، میگه ما پیپل و نیشن رو اشتباه ترجمه کردیم، همینجوری هم چسبیدیم بهش. من اینو بهتون نشون بدم، یه جورایی هم وقتی خودمون نباشیم بهتره ها، اصلا بذاریمش روی این صفحه کامپیوتر، هرچه ما میبینیم شما هم ببینید. بله میگیم همه با هم. بلومبرگ نوشت یا گفت روسیه سامانه موشکی S-400 به ایران نمیفروشد. نگارش از مسعود سالاری. روسیه درخواست ایران برای خرید سامانه های پدافند موشکی S-400. این سامانه وقتی میگن فکر کنم این مثل سکوی پرتابه دیگه، این ماشینه خودش میره اونجا میشه سکوی پرتاب، اینا رو مثل اون چیز میبرن بالا و هر جا میخوان زاویه بندی میکنن و شلیک میکنن. ماشین های روسی که همینجوری خالی که راه میره جوش میاره گرم میکنه، این مش افتضاح، همین بهتر که نفروشن. درخواست ایران در خلیج فارس به اصطلاح فروش اینها رو در خلیج فارس به خاطر به بهانه افزایش تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس رد کرده. این خبر را خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه 9 خرداد به نقل از 2 منبع نزدیک به این پرونده از جمله یک مقام ارشد دولت مسکو منتشر کرد. بلومبرگ از قول همین 2 منبع می نویسد که دستور رد درخواست ایران برای خرید سامانه S-400 از سوی شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صادر شده است. خب دیگه وقتی دیکتاتوریه خرید فروش پس دادن همه چی میشه تقصیر اونها. میگه که آقای ابهری اینو میگه، میگه اون قسمت برای من جالبه که میگه خانمش مدارک و صداهایی از منزل او را برای مقامات امنیتی میفرستاد، میذارم پیش افشاگری های او درباره سردار قالیباف، طوری که برخی هموطنان ابراز نظر میکنن اگر واقعا او دیوانه شده باشه و در همین تناقض گویی های امروز او و سه چهار روز او خودکشی کرد، علاوه عاقلانه نیست، این دفاع را از او سرد میکنه. آتش خاموش کن نیست پوتین. آها پوتین هم گفته بود، همینجوری که آمریکا بعضی وقتا که به نفعش میگه ما پلیس دنیا نیستیم، پوتین هم گفته بود که ما آتش خاموش کنه دنیا نیستیم. یعنی هم پوتین از این ور آب پاکی ریخت روی دست ایران، هم ترامپ آب پاکی ریخت رو دست اونایی که منتظر بودن. حالا خیلی جالبه واقعا این مجاهدین چقدر دروغگو و پست هستن. امروز یه آقایی رو دیدم به نام فردین هومنچیان یا هوچیان یه چیزی اینجوری، آقا یک مزخرفاتی میگو، گفتم بی خود نیست، برای آقای ترشیزی فرستادم. مدتی بود من با آقای ترشیزی در تماس نبودم، ولی آدم دوام نمیاره. ببینه این آقای ترشیزی 3 برادرش از دست داده و ایشون فیزیسته. فیزیست یعنی کسی که اینجا میشه گفت تقریبا بالاترین رتبه فیزیکدانه. اوکی؟ بعد این آقا که کارش فیزیکه میدونی خیلی وقتی یه چیزه میگه فیزیکلی، یعنی باید ببینم تو باور کنم. مجاهدین این روزا انقدر از خودشون شرمنده و خجلن که نه روی ویدیوهاشون اسمشون رو میبینی، نه روی رادیو تلویزیونشون اسمشون رو میبینی، و 100 تا اسم مختلف قایم شدن پشتشون. اون وقت آمده بود میگه ما که از روز اول همیشه گفتیم مخالف جنگی، بعد یه ویدیویی من گذاشتم برید ببینید که این زنیکه هرزه مریم رجوی چگونه دستور آتش آتش به پیش به پیش. خب زنک وقتی تو عراقی پیشت میشه ایران، به پیش به پیش، البته مردمشور پیشتو ببره که دیگه شده دروازه. چی بگه آدم لطیف، این اسم بیشتر از افغانی هست تا ایرانیان رادیو.
نه بابا آقای لطیف زمانی. بله خب آقای لطیف زمانی رو من سالها از طریق چیز میشناسم. یادم یه تلویزیونم یه دفعه خیلی زیادی خورده بود، منظورم شکره، با آقای لطیف زمانی تماس گرفتم، گفتم به این بگو که شانس آوردی چیزی نداری، اگه چیزی داشتی سربی میمد دنبالت. گفت آقا این ولش کن، این بدبختم نمیدونم. خب کره شمالی مذاکره کننده ارشد اتمی خود را اعدام کرد. این همین دوست آقای ترامپ ها که میگه این بچه هست، این توجه میخواد، این مامانش ازش قهر کرده، عموشو کشته، برادرشو کشته، من میخوام به پدر سوخته شالاتان، تو بچه های خودت یتیم و بیبابا بزرگ شدن، این بچه هاش 10 سال باهاش صحبت نمی کردن، حالا به خاطر پول و اینها آمدن دورش. خب ببینیم که این اینوایت فرند ما چه میکنه، کار میکنه یا کار نمیکنه. میگه ریلود، نه نمیکنه، میترسم قطع بشه برنامه، ولش. بله کره شمالی فرستاده ویژه اتمی خود به ایالات متحده آمریکا برای هدایت نشست و مذاکره فرجام کیم جون اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هانوی ویتنام را اعدام کرده است. اینم عکسشه دوستان. حالا ببینید آقای ترامپ چه عذر موجهی برای این یکی درست میکنه. واقعا که دنیا به کجا داره میره و من و شما چه باید بکنیم نمیدونم. اوکی برگردیم باز به اون صفحه اصلی. ترامپ گفت ایران ضعیف شده و اگر بخواهد مذاکره کند من حاضرم. خب این خر یعنی میگه من فقط با دولت‌های ضعیف حاضرم مذاکره کنم، با حکومت‌های قوی حاضر نیستم. ترامپ گفت ایران ضعیف شده و اگر بخواهد مذاکره کند من حاضرم. دونالد ترامپ بار دیگر بر تمایل خود به مذاکره با ایران تاکید کرد و گفت که میخواهد با ایران کنار بیاید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 9 خرداد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد روابط با روسیه گفت من خواهان رابطه خوب و همکاری با همه کشورها هستم، با روسیه، چین و حتی با ایران. ایران میخواهد مذاکره کند و اگر آنها بخواهند با ما گفتگو کنند من برای مذاکره حاضرم. اینو داشته باشید. همین دروغگو هفته پیش گفت من تلفن رو گذاشتم اونجا، اینا هستن که زنگ نمیزنن. تو که الان میگی اینا حاضرن مذاکره کنن. آدمایی که دروغ میگن دوستان بی خود نیست که میگن دروغگو کم حافظ است. از بس دروغ میگن یادشون میره به کی چی گفتن، کی گفتن، کجا گفتن، قسمت دوم که میرسه قاطی میکنن. و اینه، حالا اگه شما دروغ نگی حرفت یکی بمونه هیچ مشکلی نداری و همیشه میتونی همون حقیقت رو که یک داستانم بیش نیست صحبت کنی و بگی. اینم از این. بله میگه که من از ایران بودم، الان هم لندنم. بله خیلی هم خوب، من میدونم اصلا ایشون اونجا آقا چه دفتر قشنگی. اون ویدیو رو من براتون نوشتم، اگه میخواین اون ویدیو رو اینجا هم براتون پخش کنیم و به اون تلویزیونه بگید که نسخه اصلیش رو برای من با ایمیل یا با اسکایپ یا با فیسبوک هرچی بفرسه و ما اینجا براتون پخش میکنیم. خیلی ایرانی ها هستن توی انگلستان که به اصطلاح دنبال راهنمایی های حقوقی و اینها هستن. خب و اما به روز شده 2031، همه امروز 31 می 2019، پامپئو گفت ایران به نفتکش ها حمله کرد تا قیمت نفت بالا برود. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایران با حمله به نفتکش ها در خلیج فارس در تلاش بوده تا قیمت جهانی نفت را بالا ببرد. مایک پامپو در نخستین دقایق بامداد جمعه 10 خرداد پیش از سوار شدن به هواپیما برای دیداری از اروپا در گفتگوی کوتاهی به خبرنگاران گفت اینها، منظورش حملات ایران، تلاش های ایرانی ها برای بالا بردن قیمت جهانی نفت خام است. او افزود مدارک دست داشتن ایران در حمله به نفتکش ها را که جان بولتون، به به چه طلای پاکی، حتما مجاهدین دادن به جان بولتون،
مجاهدینی که پشت دیوارشون خبر نداشتن کیه، مجاهدینی که الان تو آلبانی تنبونشون رو نمیتونن بالا بکشن، اینها حتما دادن به پامپئو که ایران بوده. نه اینکه خدای نکرده بگیم ایران دخالت نمیکنه ها، نه اینکه بگیم ایران کمک به تروریستا نمیکنه، ولی با همین کمک به تروریستا کردن و اینور و اونور و اینها تونستن 40 سال خودشون رو نگه دارن و تبدیل به یه قدرت بزرگی شدن که امروز هیچ کی نمیدونه چجوری حریفشون بشه. شما مخالف این گفته من هستید، تشریف بیارید و صحبت کنید. بله، میگه کوچکترین نوزاد جهان از بیمارستان راهی خانه شد، امیدواریم سلامت باشه. کاخ کرملین گفت جلوگیری از حملات شورشیان در ادلب سوریه بر عهده ترکیه است. این ادلب همون حلبه که ما میگیم حلب، اونا میگن ادلب. بله، اینم از این. و بریم در قسمت باز لایو ببینیم براتون چی گذاشتیم. میگه برای براندازی ضرورتا نیازی به اپوزیسیون خارج کشور نیست. گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجره را باز کرد و گفت یک وجب، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. یکی آقا رضا فکر کنم سفرهای کازینو تموم شده برگشته و حالا که بهش میگن که آقا این ترامپ هم که خراب کرد، گفته بله نباید منتظر هیچ کس نشست و دستور جهاد داده، بیاین در خیابانها. نوشتم ما منتظر بودیم که این آقا رضا تنبل بیا تو دستور بده، حالا بشینید ببینید چند نفر شبا میرن تو کوچه های تاریک عکس ایشون رو دیوار میزنن و ده به فرار. برو آقا خجالت بکش مردک، کودک سفید مو 60 سالت شده. وقتا میگو ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این چند روز دریابی. بعد گفتنش ای که 70 رفت و در خوابی. در هر صورت شما هم راجع به این فراخانه، تازه هنوزم میگه نافرمانی مدنی آقا رضا پلوی، اینجا بنویسید تا ما برای دوستان بخونیم. آقای شاهین فاطمی منم به شما سلام میکنم، خوشحالم که اینجا هستید با ما. و میگه برای براندازی ضرورتا نیازی به اپوزیسیون خارج کشور نیست. در کشورهای اروپای شرقی که رژیم های سیاسی کمونیستی و در کشورهای آمریکای جنوبی که رژیم های نظامی بر افتادن، اپوزیسیونی در خارج کشور وجود نداشت تا حرکتها را هدایت کند. معترضان ایرانی براندازی سریع آسان و کم هزینه می خواهند. نه احزاب و گروه های سیاسی ایرانی مقیم خارج، نه روشنفکران ایرانی مقیم خارج، نه رسانه های بین المللی، نه دولت های غربی و نه نهادهای مدنی و مجامع بین المللی، هیچ کدام نمی توانند در براندازی رژیم نقش کلیدی داشته باشند. یعنی دوستان چی؟ بعد از ماجرای آقای ترامپ یکی یکی اینا میگن ما که آقا بهتون گفتیم ما نمیتونیم کاری بکنیم، شما چه احمقی هستیم میخوای من با یه هیکل برم توی این آفتابه؟ این برای اونایی که پول دادن به آقای حمزه پور، پول دادن به تیمسار روانی، پول دادن به شهرام همایون، پول دادن به اون، پول دادن به اون، امروز میریم فردا میریم، حالا میگن آقا اصلا کشک چی پشم کی. هرچه براندازی سریع تر انجام گیرد، هواخواه و مشارکت کننده بیشتری پیدا می کند. تنها مردم ایران در داخل کشور، دوباره میگم، تنها مردم ایران در داخل کشور می توانند خود را از شر رژیم خلاصی دهند و نباید امیدی به خارج برای براندازی رژیم داشته باشند. با ماندن 10 تا 20 میلیون نفر در خیابانها و تقاضای سقوط رژیم، نه تنها همه نهادها، رسانه‌ها و دولت‌های غربی که تاکنون از اصلاح در نظام حمایت می‌کردند، بلکه خود استمرار طلبان نیز به سمت براندازی خواهند پرید. آقا اون کسی که اینو نوشته، چون نوشته مجید محمدی کیهان لندن، این باید بگیری یه جایزش بدی. ایشون من رو یاد اون داستان میندازه که گربه‌ای بوده و اینها، یه نفر میاد میگه آقا کاری نداره که این گربه دزد و فلان اینها، یه زنگوله ببندید به گردنش که همه بفهمن این گربه کجاست. یکی گفت آقا مشکل ما اینه که کسی که میخواد زنگوله رو ببنده به گردن این، اونو پیدا نمی‌کنیم و الا گربه هست. حالا این آقا هم میگه با ماندن 10 تا 20 میلیون نفر، نمیگه 10,000 نفر، نمیگه 20,000 نفر، نمیگه 1,000,000 نفر،
ده تا 20 میلیون نفر بیان تو خیابونا وایسن. خب معلومه اون موقع همه میخوان به این جنبش بپیوندن، ولی شما مشکل 10 میلیون نیست، شما مشکل اون 5 نفر اولیه، اونا رو پیدا کن، اسم بنویس تا آخر. میگه بدون تصویر حرفاش بهتر شنیده میشه. حرفای من؟ خب دیدی الان بهت گفتم هر چیزی یه حسنی داره. بله، درگیری مردم کازوو با آلبانیا، both side they look like skin heads. خدا به فریاد مجاهدین برسه که در آلبانیا، در آلبانی هستن. بله، اسکین هد دوستان یک سری آدمایی هستن که سر خودشون رو میتراشن، یعنی مثل پوست میبینی، اصلا یک مدل مو هست، نمیدونم بهش میگن اسکین چی، که شما وقتی میری میگی این بغل صورت تو همچین میتراشه، انگار صورتت که تیغ انداختی این بغل کلت هم اینجوریه، اونم اسمش اسکین سامتینگ هست. بعد اینا فکر میکنن که نژاد برتر هستن، برتر، بدتر نه، بالاتر. معمولا هم حالا همشون هم میگن ما سفید، ولی هر کدومش نگاه میکنی میبینی یه جورایی یه نسل بالاترش از من و شما قهوه‌ای تر بوده. بله، اینم از این ماجرا. بلومبرگ هم براتون خوندم. و اما کردستان ریژن ان ایران، میدونید که یه جایی به نام منطقه کردی، اقلیم کردستان اسمش میگن، اقلیم کردستان. اوکی، درست شد. حالا شما نگاه کنی اینا، حالا به جایی که بیان دولتی تشکیل بدن نمونه باشه، شروع کردن جنگ و دعوا بین خودشون، جنگ و دعوا بین ایران و اونا، جنگ و دعوا بین کردها و ترکا و اینها. حالا کارشون رسیده به اسیر بده، اسیر بگیر. کردستان ریژن و ایران اکسچنج تنز آف پرزنرز، ده ها زندانی رو اینها با هم مبادله کردن. و بذارید من اینو بهتون نشون بدم. میگه این عکس از اتوبوسی هست که آمده اونجا با، بله، باس ترانسپورتینگ ایرانیان پرزنر گاردد بای سکیوریتی. میگه این عکس اتوبوسی هست که منتقل کرده افراد زندانی ایرانی رو اد حاجی عمران اینترنشنال بوردر کراسینگ، یه جای مرز هست به نام حاجی عمران، اینا رو آوردن مثل فیلم ها دیدی اونجا وای میسه، اینا اینجا وای میسن و راه میفتن میان. بله، میگه تو آلمان هم به اینا میگن اسکین هیتز. اون بالا آرایشگار میگی یا چی؟ ما عوضی نگیم ملتو. بله بله، خب اسکین هیتز. خب اینم از ماجرای کردستان، اونایی که میگفتن آقا اینها الان اقلیم کردستان رو ببین چه آزاد شده، همه چی رو توی یه بوت ویسکی میدیدن که آقا الان میتونی ویسکی بخوری. خب اوکی، رابرت مولر کلیری دیمونستریتد دت پرزیدنت ترامپ از لاینگ. این آقای نبلر فکر کنم باشه، بله اینه، عکسش بیاد دوباره بهتون نشون بدم. این آقا قبلا خیلی چاق بود، الان وزن کم کرده، ولی هنوز مثل کوچلوار قبلی رو میپوشه، براش بزرگه. میگه که نادلر گفت که این بازرس مخصوص اون آقای رابرت مولر کلیری شفافاً نشان داد، نمایش داد که ترامپ دروغگو هست و متاسفانه ترامپ تونست به موقع اون دادستان کل کشور رو یک احمقی رو بیاره به نام بار، و اونم فکر کنم رابرت بار هست یا مایک بار، هم نیم، به نام بار، و الان هم تو آلاسکا هست که اون دقیقا داره کار نقش وکیل ترامپ رو بازی میکنه، نه نقش دادستان آمریکا رو. بله، میگه در نیمه های شب این گوشی آیفون شما با چه کسی حرف میزند؟ دوستان من پریشب یه جایی بودم، یه دوستی گفت اینو شما برنامه داری تو برنامه بگو اگه کسی مسافرت زیاد میکنه اینا، الان یه برنامه هست به نام موبایل پاسپورت که میتونن از گوگل پلی برای تلفن‌های اندروید و میتونن از اپ استور برای تلفن‌های آیفون دانلود کنن یا اینستال کنن روی تلفن‌های هوشمندشون. خب وقتی میخواست به ما نشون بده، ما هم
این رو گذاشتیم، ایشون هم آمد کمک کرد و نشون داد و چشمتون روز بعد نبینه. ما آوریم منزل، من معمولا پروگرامایی که لازم ندارم پاک میکنم، یادمون رفت ویسکیش خوب بود. خلاصه ساعت 4 صبح دیدیم این تلفن ما هم میگه دلینگ، مثل موقعی هست که برق قطع میشه دوباره وصل میشه، چارجر صدا میده. در صورت که تلفن من از ساعت 10 شب تا 9 صبح، شاید هم 9 شب تا 9 صبح گذاشتم، هیچ کسی نتونه به من زنگ بزنه، نتونه به من تکس بفرسته، نتونه مزاحم من بشه، فقط خانواده و به اصطلاح بچه و اینها میتونن با من تماس بگیرن. بلند شدیم گفتیم خدایا این چیه؟ معلوم شد همون پروگرامه داشته این کارا رو انجام میداده. حالا این میگه در نیمه شب یا نیمه شب گوشی آیفون شما با چه کسی حرف میزنه؟ ساعت 3 صبح است. آیا میدانید در حالی که شما 7 پادشاه را در خواب میبینید، گوشی آیفونتان در حال انجام چه کاری است؟ ارسال اطلاعات به 10ها شرکت تجاری که حتی نامشان را هم نشنیده اید. در واقع این تنها صفحه نمایش گوشی است که خاموش است. در پشت سر ردیابی مثل امپلیتود، بله امپلیتود، شماره تلفن، ایمیل، مکان دقیقتان را دریافت می‌کند. یک ردیاب دیگر مثل اپ بوی اثر انگشت دیجیتال را می‌گیرد. ردیاب دیگری مثل یلپ هر 5 دقیقه از آدرس آی پی شما مطلع می‌شود. عجب روزگاری درست کردن ها. دقیقاً متوجه شدید؟ من فکر کردم این تلفن من کهنه شده، اینقدر زر و زر باتریش تموم میشه. نگو که تمام پروگراما شما فکر میکنی خاموشه، اینا اون پشت دارن کار میکنن. چی کار کنه؟ آدم همشو برداره بعد هر وقت خواسته کار بذاره؟ اگه اینا اصلا فردام اگر برداشتی گذاشتی به شما میگه ورش داشتیم برو بیخیال، ولی بازم هستش تو تلفن. یه کاری، یه چیزی باید یه جایی انجام بشه، پیشگیری بشه از این. به گزارش واشنگتن پست، اپلیکیشن های نصب شده روی آیفون اطلاعات شما رو روی آیفون اطلاعات شما رو به شرکت های سالس نظیر نایکی، اسپاتیفای یا کانال آب و هوا منتقل میکنند. شرکت دیسکانکت که در زمینه امنیت اطلاعات فعال است، در یک هفته 5400 ردیاب داخلی را که وظیفه انتقال اطلاعات از یک دستگاه آیفون را بر عهده داشتند ثبت کرده است. این ردیاب های رصدگر ماهانه دست کم 1.5 گیگابایت اطلاعات را به بیرون منتقل کردند. این فرایندهای انتقال داده در همان زمان که باتری گوشی ها را مصرف می کنند و باعث کندی کار با صفحات اینترنتی می شوند، کمی مؤثر هستند برای شرکت ها تا بتوانند تبلیغاتی هدفمند به کاربرانشان نشان دهند. اگر گزینه بک‌گراند اپ ریفرش در گوشی آیفون شما فعال باشد که به صورت پیش فرض در همه آیفون ها فعال است، این جریان انتقال داده اتفاق می افتد. خب حالا بگن چجوری اونو خاموش کنیم؟ برای مثال زمانی که شما اپلیکیشن دوردش را که اپلیکیشن یعنی برای تحویل غذا در محله است اجرا می کنید، داده های شما به 9 شرکت سالس دیگر فرستاده می شود. این اطلاعات یا در سرویس های تبلیغاتی و یا در شرکت های تحویل داده مورد بررسی قرار می گیرند تا بنگاه های تجارتی بتوانند محصولات خود را در معرض دید کاربران قرار دهند. اما چرا این فعالیت ها در شب هنگام انجام می شود؟ بعضی برنامه نویسان ترجیح می دهند داده ها مربوط به زمانی باشند که کاربر در خانه خود حضور دارد، و بعضی دیگر ساعت نیمه شب را ترجیح می دهند تا فرایند جمع آوری و ارسال داده با دیگر کارکردها و برنامه گوشی تداخل پیدا نکند. یعنی در حقیقت شما خواب باشی نفهمید. پاتریک جکسون، یک تحلیلگر سابق آژانس امنیتی ملی آمریکا که اکنون در شرکت دیسکانکت کار می‌کند، می‌گوید این اطلاعات شماست، چرا باید از تلفن همراه شما بیرون برود؟ آقا دست شما درد نکنه، خود دولت شما میگه که شما مگه چی داری که می‌خوای پنهان باشی؟ خب اگه اینجوری فردا همه کون پتی بریم تو خیابون، هر کی گو بگه هر چی تو داری اونم داره، از چی می‌خوای پنهانش کنی؟ و میرسیم به اون روز. پس شاید خدا هم مردم رو لخت آفرید،
اونا هم یه زمانی همه این چیزها رو داشتن، رسیدن بله به اون قسمت. میگه همانهایی که خودشان کچل میکنن و کاپشن کوتاه با شلوار جین میپوشن بهشون میگیم اسکین هیتس، هوادار هیتلر هستن. Nowhere to hide, that's what Uncle Sam wants. دقیقا شما درست میگی خانم لیلا میلانی، میگه جایی برای پنهان شدن نیست. این آنکل سم که سمبل آمریکاست این رو دیگه ثابت کرده. و اسکین هیتس followers of Hitler. بله بله درست میگید شما. بله دائما میکروفون گوشی فعاله و صحبت ها رو میگیره. مثلا چند بار بگی دندان درد، میبینی بعدا در فیسبوک یا گوگل هستی، تبلیغات مربوط به دندان پزشکان هست. ایداد ویداد. بله خب تلفن چیزای لپتاپتون هم که میگن دوربیناش کار میکنه، هرچی عکس ازتون میگیره و فیلم ازتون میگیره و اینها. و چه باید کرد؟ هیچی. یعنی ما الکی برای خودمون فکر میکنیم که در دنیای آزاد زندگی میکنیم و خصوصیات خودمون، مشخصات، اطلاعات میمونه با خودمون. اصلا همچین چیزی نیست. دوباره آمریکا شواهد دخالت ایران در انفجارهای فجیره را به شورای امنیت ارائه میکنه. دنباله همونه دیگه. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید کشورش مدارک دخالت ایران در انفجارهای فجیره را هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه میکنه. مشاور امنیت ملی ایالات متحده که به لندن سفر کرده است افزود که آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست. وی تأکید کرد که تهدیدات ایران در منطقه خاورمیانه پایان نیافته است. به گفته جان بولتون واکنش سریع آمریکا به تهدیدات ایران به دفع این تهدیدات کمک کرده است. ارتش آمریکا در هفته‌های گذشته همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن یک ناو هواپیما و 4 بمب افکن را به منطقه گسیل داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته از اعزام 1500 نظامی به منطقه خاورمیانه خبر داده بود. دوباره میگه که مشاور امنی ملی آمریکا تأکید کرد که تهدید علیه آمریکا و متحدان این کشور در منطقه از نظر واشنگتن رفتاری قابل پذیر نیست. جان بولتون افزود که اگر ایران به دنبال مذاکره با واشنگتن است، حمله به منافع آمریکا در منطقه از سوی تهران و متحدان آن اشتباهی بزرگ خواهد بود. دوستان در رابطه با انتخابات اسرائیل و اینکه این آقای نتانیاهو هم واقعا مثل که کارش به بنبست خورده، اگه کسی اطلاعاتی داره به فارسی برای من بفرسته اینجا بخونم، چون مثل که مجبوره دوباره، یعنی نتونست دولت تشکیل بده و وقتی نتونی دولت به موقع تشکیل بدی اون انتخابات دوباره باید انجام بشه. یه چیزای اینجوری من شنیدم، ولی چون در به اصطلاح راه و مسیر بودم خیلی درست متوجه نشدم. فکرم هم توی اینترنت اینجا بود که بعض وقتا فکر دیگه جای دیگه باشه، میشه اون هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. بالا گرفتن بحث استیضاح ترامپ میان دموکرات ها و این ترامپ شارلاتان، میگه که من اصلا اسم استیزا جلو من نیارید، من از این کلمه خیلی بدم میاد و اینها، ولی دموکراتایی که میگن اینو استیزا نکنید، میگن این کارو نکنید، این اتفاقا میخواد که استیزا بشه، ننه من غریبم بازی در بیاره تا دوباره انتخاب بشه. از طرفی یه نفر که تا حالا 9 تا رئیس جمهور رو به درستی پیش بینی کرده و حتی انتخابات ترامپ رو هم مثل من که گفتم ترامپ انتخاب میشه و 500 دلارم برنده شدم، اون رو هم پیش بینی کرده بود که با این وضعیتی که سیاه پوستی رئیس جمهور بوده و این دینهای عقب افتاده تو گوش مردم تو کلیساها خوندن که ایداد بیداد چه شده و اینها، و این احمقا نمیدونن که آقا اون جیزز هم این جیزز سفید موبور چشم آبی که شما درست کردی نیست، اونم یه سیاه سوخته‌ای بوده مثل من و شما. بماند
اینها آمدند و ترامپ را علم کردند و ترامپ انتخاب شد، در نتیجه اینکه آمریکا هنوز آماده نبود برای یه سیاه‌پوست. آقا کجاست اتیوپی؟ کجاست الان یک رئیس جمهور زن انتخاب کرده؟ و این آمریکا ببینید، پاکستان به اون چرکستانیش سالها رئیس جمهور و نخست وزیر و اینها زن داشت، البته اونام زدن کشتنش. بمانه حالا میگه اظهارات بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا دموکرات ها را آشفته کرده است. بحث استیضاح رئیس جمهور دوباره بالا گرفته. دموکرات ها میدانند استیضاح ترامپ شمشیری دولبه است که میتواند به ضرر آنها تمام شود. دموکرات های کنگره معتقدند وظیفه‌ای که سیستم قضایی آمریکا نمیتواند بر عهده گیرد بر دوش آنهاست. آنها با تأکید بر قانون اساسی آمریکا که بازخواست از رئیس جمهور را به کنگره واگذار کرده، دوباره بحث استیضاح دونالد ترامپ را مطرح کردند. دلیل آن هم اظهارات رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکاست. رابرت مولر هم گفت دونالد ترامپ از اتهامات مبرا نیست. اون چیزی که در عرض این چند هفته گذشته ترامپ به دروغ با صدای بلند چپ و راست هی میگفت که ببین اینها، حتی بازرس ویژه هم گفت که من جرمی مرتکب نشدم، در صورتی که دروغ بود. میگه ما به این دلیل که این اگه جرمی هم مرتکب شده باشه نمیتونیم ببریمش دادگاه، این رو پیگیری نکردیم. از طرفی مطمئنیم که نمیشه بگیم این جرمی مرتکب نشده. حالا شما برو فکر کن. بعد میگه ما کارمون فقط بازرسی بوده، قضاوت به عهده یک سیستم دیگه است، اون سیستم کنگره است، مجلسه، و مجلس هم حالا توش مونده. و اما انتشار عکس و مصاحبه فرزند میترا استاد کودک آزاری روانی است. اینیه که اولای برنامه بهتون گفتم سازمان ها اعتراض کردند که این کاری که شما انجام میدید درست نیست. نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان دست به دست شدن عکس و مصاحبه فرزند مقتول حادثه سعادت آباد را محصول نگاه غیر حرفه‌ای در تولید خبر می‌داند. نگاهی که حق یک نوجوان در رنجاورترین شرایط را قربانی اهداف رسانه‌ای می‌کند. هادی شریعتی نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان از انتشار عکس و مصاحبه پسر میترا استاد در رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت این کودک 13 ساله بیش از هر چیز به حمایت‌های مددکاری و روانشناختی نیاز داشت. و اما نجفی گفت یک نهاد تماس‌های مرا شنود می‌کرد و به همسرم می‌داد. باز برمیگردیم، مگه تو چه کارا می‌کردی که نمی‌خواستی حتی همسرت بفهمه؟ اینجاست که دولت‌ها میان چیزای خصوصی من و شما رو زیر ذره بین می‌ذارن، هی میگن مگه شما چه کار می‌کنید که نمی‌خواید کسی بفهمه؟ میگه آقا هیچ کاری نکردم. بعد میگه خب نترس از چیزی. پلیس ایران درباره قرار مصاحبه با میترا استاد تحقیق میکنه، چون میدونید این میترا استاد زنگ زده بوده به رسانه ها و میخواسته باهاشون صحبت کنه، و یه روز قبل از اینکه بره صحبت کنه این آقا رفته و کشتتش. حالا جالبه عکسی که از این آقا انداختن اینجا روی چشمای این نجفی رو پوشوندن. ببینید چقدر احمقه. حالا یا دوچه وله این کاری کرده یا اون عکاسی که این عکسو فرستاده، روی چشمای اینو پوشونده که شناخته نشه. خب این کسی که وزیر بوده اسمش رو که شما تایپ میکنی هزار تا عکس ازش میاد بیرون. پلیس آگاهی به موضوع ادعای قرار مصاحبه میترا استاد در روز قتلش ورود میکنند. این کلمه ورود میکنند هم چیزیه که بعد از انقلاب رایج شده. ما اون وقتا نمیگفتیم ورود میکنند، در روز قتلش ورود میکنند. وزارت اطلاعات هم هر گونه ارتباطی با خانم استاد را رد کرد. خب حالا آقای وزارت اطلاعات، شما اگه ارتباط با کسی داشته باشید مگه میان ارتباطتون رو قبول میکنید؟ پس خفه شید دیگه. حالا چه داشتید چه نداشتید. محمد علی نجفی گفته بود یک نهاد تماسهایش را شنود میکرده و به همسر دومش میداده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرده است که درباره ادعای مطرح شده از سوی خبرنگار یکی از خبرنگار یکی از سایت‌های خبری در مورد قرار مصاحبه با میترا استاد در روز قتلش و ارتباط آن با جنایت رخ داده تحقیق خواهد کرد. پیشتر وزارت اطلاعات ایران نیز هر گونه ارتباطی با میترا استاد را تکذیب کرده بود. خانم استاد همسر دوم محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران سه‌شنبه گذشته توسط آقای نجفی به قتل رسید و اینجا میگه 4 قتل جنجالی در 5 هفته با انگیزه های مبهم. اینو من از دوچه وله براتون خوندم. دوچه وله هم کارش وله مثل من و شما. بله میگه در وزیر انگلیسی گفت که در ایران به دستم وافور دادند و تریاک کشیدم. وزیر انگلیسی اینو روی وایس آف امریکا، اجازه بدین عکسش هم براتون بندازم، قیافش هم به معتادا میخوره. وزیر انگلیسی گفت در ایران وافور به دستم دادند و تریاک کشیدم. وزیر توسعه بین الملل و وزیر پیشین امور زندانهای بریتانیا روری استوارت، وزیر توسعه بین الملل بریتانیا، با حضور در شبکه تلویزیونی اسکای نیوز اعتراف کرد 15 سال پیش در ایران تریاک کشیده و آن را کار خیلی اشتباه و اشتباهی احمقانه توصیف کرد. چه جالب میشه، انگلیسی ها تریاک دادن به ایرانی ها، حالا ایرانی ها انگلیسی ها رو معتاد میکنن. آقای استوارت در این حال توجیه کرد که به ایران رفته بود تا از نزدیک با اثرات مخرب تریاک آشنا شود. ببین ایرانی قشنگ داده دستش گفته ببین آقا تا خودت با گوشت و پوست استخوانت حس نکنی نمیشه، شما یه پک بزن ببین کجا میبره، بعد برای ما تعریف کن. خب میگه به گفته این دیپلمات بریتانیایی که نامزد رهبری حزب بریتانیا هم هست، او در یک عروسی در ایران حاضر شده و به دستش وافور دادن. چشماتون رو ببندید فکرشو کنید که توی عروسی ها وافور ناگفته نماند. همون زمان شاه وقتی یه جای عروسی بود، اون اتاقی که مال مطربا و اینا بود، حالا مشروب کرد بیرونم بود داخلم بود، ولی اونجا این مواد نمیدونم تلخی و فلان اینها بود. نکته جالب این که روری استوارت سابقه وزارت امور زندانها را در کارنامه خود دارد و مصرف تریاک در بریتانیا نیز مجازات زندان دارد. مصرف مواد مخدر در ایران ممنوع است و مجازات سختی نیز برای آن در نظر گرفته شده، اما آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از رواج گسترده مواد مخدر در ایران دارد. ایران در مسیر بدی افتاد. ایران در مسیر بدی افتاده. مجید همینطوره. در فیلم Minorities Report داستان همینه. آهان Minority Report که چند تا فیلم بود، Enemy of State، Minority Report، اینا رو اون زمان که ما دیدیم اصلا مغزمون به این روزها قد نمیداد. درست میگم؟ الان باید برگردی دوباره اون فیلم رو نگاه کنی. البته بعضیاش خیلی بیمزه شده، میگیم خب این که خیلی عادیه. بله ترامپ تلویحاً کمک روسیه به انتخاباش به ریاست جمهوری را پذیرو. ای بابا مگه میشه؟ بله تو رو خدا نگاه قیافش بکنین، همیشه انگار یه نفر پا گذاشته رو پاش، یا ببخشید نشسته رو بیزه هاش. نگاه کنید قیافه این مردک دیوانه، چقدرم فکر میکنه خوشتیپه، خوش هیکله، خوشموه، خوش صورته، خوش بیانه. میگفت هر انتری که زشتره اداش بیشتره. خب بیام اینجا، اینو ایران نیوز نوشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به طور تلویحی کمک روسیه به راهیابی وی به کاخ سفید را پذیرفت. وی با این حال تأکید کرد که نقشی در ماجرای کمک روسیه به پیروزیش در انتخابات سال 2016 میلادی نداشته است. دروغ میگی مثل سگ، تو بودی فریاد زدی روسیه ایمیل های این خانم رو در بیار، ویکیلیک رو دوست دارم. حالا امروز که نه، چند مدت پیش بهش میگن ویکیلیک،
اصلا یه جوری چی میکنه، انگار ویکیلیک رو اون روز شنیده، میگه من اصلا توی خطا نیستم، اصلا چیه ویکیلیک؟ بله، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در صفحه توییتریش نوشت اکنون بحث بر سر روسیه از بین رفته است، زیرا من هیچ ارتباطی با اینکه روسیه به انتخابم کرد نداشتم، این جرمی است که تعریف نشده است. حالا اینو داشته باشید، ولی این توییتری که فرستاده یا توییتی که زده با راشا 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 شروع شده. اگه کسی با راشا معامله نداشته و اینها، چرا اینقدر نگرانه و چرا اینقدر این اسم رو تکرار میکنه؟ دیدید حرفاش هم همش میگه نو کلوژن وید راشا، نو کلوژن وید راشا، راشا راشا راشا، that's all you heard at the beginning of this witch hunt hoax. witch hunt hoax این ماجرایی که مرموز و اینها، میگن این داستان جادوگرا و اینها، هوکس هم هوکس داستانای دروغی و دروغای بزرگه. and now راشا had disappeared. نخیر کجا دیسپیر شدی؟ یقت میگیرن چوب تو آسینت میکنن. بله، آقای اکبری میگه در ایران تریاک دیگه جز مواد مخدر حساب نمیشه. آقای اکبری، سالها پیش بعد از انقلاب ما بهت گفتم یک مغازه‌ای باز کرده بودیم تو خیابون اصلاح‌نژاد بغل آقای محمد فرجی به نام الکتروتکنیک، این وسایل الکتریکی اینا رو تعمیر میکردیم و اینها، بعد مد شده بود، همه میرفتن باغ میزدن و اینها، و ما هم اون چاه آب و دستگاه اتوماتیکی که آب از یه حدی پایین بره تو مخزن روشن بشه و پمپ و اینا، اونم پول خوبی میساختیم. و یادمه یکی از همین دبیرای هنرستان که حالا نباید اسمشو گفت، گفت که ما یه باقی داریم اینجوری، شما و این آقای قاسمزاده اگه میشه زحمت کاراش بکشو اینها. ما هم گفتیم چشم، رفتیم وسایل خریدیم از اون آقای حسن اون ور چهار را بلدی یا تو میدونم الان دارم میبینم بغلش داروخونه رو بلدی، داروخونه وزیری بود که سر چهار را یا وزیری تو درشیخ، بله داروخونه رو بلدی، اون لوله فروشی و بعدش هم این ورش مغازه آقای اصغر آفرینش که ما با داداشش دوست بودیم و رفت آمد داشتیم، آدم های بسیار خوبی هست. خب وسایل خریدیم و بردیم باغ و اینها، بعد وقتی اصل نشستیم کار تموم شد، گفتن خب بیا، هم دیده بودی اول یه دکه‌ای درست میکردن مثل یه اتاقی، حالا دلشون خوش بود باغ دارن، یه 100 تا درخت کوچولوی نیمه جانی خریده بودن، اونم با اون خشکی شیراز و اینها، نشستیم تو باغ، گفتن که آقا نمیدونم تلخی، ما فکر کردیم منظورشون مشروبه، گفتیم بله، دیدیم ای بابا رفتن یه نلبکی تریاک آوردن، گفتیم نه آقا ما کوچکی شما هستیم نمیخوام. بله میگه چطوری شوخی شوخی یک مملکتی مثل ایران به دست آخوندها افتاد، اشتباه شما همینجاست، اصلا شوخی شوخی نبود، اصلا مملکت ایران از دست آخوندها خارج نشده بود که دوباره به دستشون بیفته. یکم تاریخ رو بخونید و شما به من بگید کدوم تاریخی رو میشناسید، چه سالی رو میتونید اسم ببرید که حکومت آخوندی در ایران قدرت نداشته. مثل اینایی هست که میگن حکومت آمریکا میخوان برگردونش به اون زمانی که خوبه، همه امروز آقای سلامی نوشته بود که ما میخوایم همون میگن مگا Make America Great Again، میگم آقا وقتی شما میگی Again مثلا میگی من میخوام دوباره برم کازرون، این نشون میده یعنی شما یه بار کازرون بودی، ولی اگه گفتی من میخوام برم مثلا لاس وگاس نگفتی دوباره، خب نبودی دیگه. شما که میگی دوباره آمریکا رو میخوایم به روز گریت عالی و بالا مقام برسونیم، این کی بوده؟ تاریخش رو لطف کن به من بگو تا من بنویسم آمریکا در آن روز در آن سال چه افتضاحی بوده. آقا نکنید، خجالت بکشید، آمریکا هنوزم که هنوزه روز گریت بودن به خودش ندیده. بله شعار میتونید بدید که Make America Great، این درست و برید دنبالش، ولی Make America Great Again منظورتون کیه؟ دوره که اینا اسلیو داشتن، به اصطلاح رعیت نه، بردهداری بوده، دوره که چینی ها رو آوردن اینجا بیگاری ازشون کشیدن، دوره که ژاپنی ها رو بدون هیچ گناهی زندان کردن. آخه خجالت بکشید آقای رضا سلامی، شما دکتر مملکت ما هستی. والا بعض وقتا میگم حیف این پی اچ دی. بله آخوندها 40 سال دارن میتازن از بی‌عرضگی مردم ایران
لیلا خانم قبل از 40 سالم توی کاخ میتازیدن. گول خودت نزن عزیزم، گول خودت نزن که کار خراب میشه. آمریکا و ایران بر شرایط خود برای مذاکره تأکید کردن، میگن این 12 شرطی که آمریکا گذاشته حتی 2 تاش هم ایران نمیتونه اجرا کنه. دوستان عزیز، من امروز سر 90 دقیقه از شما خداحافظی میکنم و روز جمعه است و میریم دنبال کار و زندگی، بلکه جای دیگه بتونیم پولی بسازیم، چون از شما که خیلی ندیدیم. البته باز جا داره از اون دوستمون تشکر کنیم و اون دوستمون نگه ای بابا من هنوز 2 ساعتم نشده برات 50 دلار فرستادم، چرا اینقدر ناشکری؟ برای که اون برای فرداست. فردا من از شما مجددا تشکر میکنم. ولی دیگه اینقدر مثل حالا بد نبود عزیز من. اون موقع دستگاه های انتشار خبر نبود، اون موقع اتفاق میافتاد، من و شما متوجه نمیشدیم، سرمون تو لاک خودمون بود، کار داشتیم، وضع مالیمون خوب نبود، دنبال کار پول بودیم. الان ماشاءالله شما تاجر پولدار، من بیکار، نشستیم از صبح تا شب سرمون تو این سوراخ تو اون سوراخ. و الا شما برو اون وقتا رو بخون، بهترین شما که اهل کتاب هستی و اینا. راستی من این کتابای آقای پتیک رو میخوام ببرم اینجا بدم به خانه سالمندان دوستان ایرانی، ولی گفتن ما جای این همه کتاب رو نداریم. اگه دوستانی هستن که مایلن کتابهایی رو داشته باشن به من تماس بگیرید، مخصوصا اونایی که تو آمریکا هستن، چون کتاب پست کردن در خارج از آمریکا خیلی گرون تموم میشه، به زحمتش نمیارزه و کتابم یکی یکی و اینها برای من فرستادنش صرف نداره، مقرون به صرفه نیست از لحاظ وقت و اینها. اگه کسی میخواد بگه آقا مثلا من همه کتابا رو میخرم دونه 5 دلار، بزرگ کوچیک قدیمی جدید، من همه رو براتون میفرستم دونه 5 دلار، 10 دلار، 20 دلار، هر چی. الانم اون کاری که گفتم اونم داره راه میفته. بگو آقا این کتابا رو من میخرم دونه اینقدر، این پولرم بذار برای اون اتوبوس صلح. حالا من یه عکسی بهتون نشون بدم از وزارت امور خارجه آمریکا. ایران و آمریکا بر شرایط خود برای مذاکره تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد امکان و شرایط مذاکره با واشنگتن گفته است که فشار حد اکثر به ایران نتیجه داده است. خب یا علی مدد، بیشتر فشار بدید تا منفجر بشه. اگر راست میگید نتیجه داده، خب بیشتر فشار بدید. ولی چرا وسط کار دیدید فشار آوردید منفجر نشد، میگی ولش کن؟ حالا نمیدونم والا کی راست میگه کی دروغ میگه. گفت دروغ چرا؟ من نمیدونم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد امکان و شرایط مذاکره با واشنگتن گفته است که فشار حداکثر به ایران نتیجه داده است. مورگن آرتاگوس سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد امکان مذاکره با آمریکا صحبت میکرد. روز گذشته آقای روحانی در سخنانی در جلسه هیئت دولت یا با متناقض خواندن رویکرد ایالات متحده نسبت به اختلاف با ایران گفت که معیار کلام نیست بلکه عمل آنهاست و افزود هر زمان آنها دست از ظلم به ملت ایران برداشته و تحریم های ظالمانه را کنار گذاشته و در برابر تعهدات خود پای بند بوده و به میز مذاکره‌ای که خودشان ترک کردن و برهم زدن بازگشتن، راه به روی آنها بسته نیست. یعنی اونا هم با پا پس میزنن، یا میگن با دست پس میزنن، با پا میکشن جلو. اجازه بدید من یک کاریکاتور بهتون نشون بدم در رابطه با اینکه دولت آمریکا لگد زد به میز برجام و رفت. این رو هم سعید کشیده، حالا نمیدونم همین سعید کالیفرنیایی خودونه، این زیر نوشته سعید. ببینید که 5 به علاوه 1 6 تا کشوری که اینجا هستن، یا 1 2 3 4 5 6 7 تا، این آمریکا یه خری لگد زده به این و میز رو به هم زده. یه سری عکسای دیگه هم هست، اجازه بدید من بهتون نشون بدم ببینم اگه هست. بله این دوستان ببینید، راجع به قیمتا در زمان شاه گفتم این قیمت یا این مال سال 1346، یعنی 11 سال قبل از انقلاب بوده.
دولت قیمتها را تثبیت کند. اگر قیمتها توسط دولت تثبیت گردد، هیچ وقت احتیاجی نیست که هر روز بنشینید و بگویید و بگویند بایستی حقوق کارمندان ترمیم شود. این آقای حمید سلیمی کارمند بازنشسته وزارت کشاورزی گفته. بعد یادتونه دولت، وقتی میگی دولت یعنی شاه، الان وقتی میگی دولت نظرت بباره میره برای خامنه ای، چون دیکتاتورا هرچی فوش خوار مادره برای خودشون میخرن. آقای شاه آمد یه چیزی باز کرد به نام اتاق انصاف، اصناف، اصناف یعنی صنف ها، چرا گفتم انصاف؟ بله، اتاق اصناف. و این اتاق کارش این بود که به شما میگفت اونی که تو خیابون برجستون عباس دوران رفیق ما عباس عمر، اونی که اونجا اومده شامپوی دارمو میفروشه، از خونش یه میزی گذاشته 2 تومن، تو خیابون خاکشناسی هم آقای کی بود ارمنیه سوپرمارکت به این لوکسی باز کرده، اینم باید شامپو رو بده 2 تومن. خب ببینید این حماقت تا کجا. در صورتی که اینجا شما میری یه بطر آب میگیری 3 دلار، اونور خیابون گذاشته 25 سنت، شما تصمیم میگیری. عدم تعادل قیمت ها زندگی را بر مردم حرام کرده است و بیشتر آن دسته از مردم ناراحت هستند که یک حقوق قلیل بازنشستگی، یعنی بازنشستهای دوره شاه هم حقوقشون قلیل بوده، کم بوده، نمیرسیده. دولت قول داده که حقوق بازنشستگان را مطابق نوسانات قیمت خاربار و سایر ماهیتاج مردم ترمیم کند، ولی از این ترمیم که خبری نیست، به جای خود نرخ‌ها هم که تثبیت نشده و هر روز بنا به مقتضیات فصل افزایش می‌یابد. در این میانه تکلیف کارمند بازنشسته با چند سر عائله چیست؟ حمید سلیمی کارمند بازنشسته وزارت کشاورزی. خب البته معلومه اگه همین آقای حمید سلیمی که اون موقع بازنشسته بوده الان زنده باشه ازش بپرسن بازم میگه صد رحمت به اون کفندوز اولی. ولی آیا کفندوزی خوبه؟ نه. آیا حکومت شاه خوب بود؟ نه. اون بد بود، این بدتر. حالا صبر کنید تا بدترینم بیاد سراغتون. Thanks Mr. Sobey. Have a great weekend. You too. من به دوستان میگم Have a great and lovely. Enjoy کنید و امیدوارم سالم باشین. ولی دیگه اینقدر این نبود. بله اوکی. همه چی درست. یعنی به کشورهای دیگه باج نده. این حرفا چیه؟ اون موقع هم باج میدادن به کشورهای دیگه. بگید به من، بگید چه سالی براتون میکشم بیرون و نشون میدم این چیزا رو. خب اینم از این، اینم از این. این یکی ببینم چیه. بله یه چند تا عکس هم اینجا بهتون نشون بدم، ضمن این که میخواستم سر 90 دقیقه برم ولی دلم نیامد که نیامد. خب این هم از این. نمیدونم دیگه چی گذاشتم اینجا براتون. آها این کاریکاتوری بود که اون روز گفتم دلیلی که آمریکا به ایران حمله نمیکنه، کاریکاتوری که من قبلا بهتون نشون دادم و پاکش کرده بودم، ولی یکی از دوستان برای من فرستاد گفت منظورت اینه. بله دوستان به دقت به این کاریکاتور ساده نگاه کنید. بالاش نوشته که How to profit from the Iranian nuclear threat. میگه که چگونه از تهدیدات اتمی ایران سودجویی کنیم. The majority of American weapons are sold to countries in the Persian Gulf for tens of billions of dollars of annual profit. میگه بیشترین اسلحه‌های آمریکایی به کشورهای خلیج فارس، منطقه خلیج فارس فروخته میشه، سالانه ده ها بیلیون اینها. ولی نگاه کنید ایران این آخوند رو بادش کردن. حتما شما هم دیدین دم پمپ بنزینا از این عروسک های بادی هست، بچه ها که تولدشونه براشون از این چیزهای بادی میارن، ولی زیر این آخونده زیر عباش یه لوله هست که آمده اینجا. و این لوله، این چی بود میگفتن؟ دم یا تفت، یه چیزی بود که ریختگری هم داشتن
با پا یا با دستشون شاگرد فشار میداد، این مثل آکاردون توش باد هوا، این باد میشه، اینو باد کرده و دو تا بمب هم داده دستش. عربا از این طرف وحشت برگشتن به طرف آمریکا، آمریکا هم روی میز هر اسلحه‌ای که بخوای گذاشته، با شادی و شوق داره این پولا اینا رو میگیره. پس میشه گفت آخوندها اسباب و وسیله هستن دست کی؟ دست انکل سام، همون آموسام خودمون. دوستان عزیز، اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستی برای من نوشته بود آقای صوبی شماره تلفن من این است، با من تماس بگیرید. گفتم قربان، من 20 هزار تا، نزدیک به 20 هزار تا دوست، رفیق، دشمن دارم که همشون هم میخوان حرف بزنن. شما بگو درباره چی میخوای حرف بزنی، و ای کاش یکی میگه آقا این 10 دلار رو بگی به من 3 دقیقه زنگ بزن. خب آخه من نمیفهمم ما چه ملتی هستیم. ولی یه چیز جالبی، یه نفر از کانادا برای من یه نوشته فرستاده بود، اجازه بدید براتون بخونم و ببینید اصلا شما باور میکنید اگه من به شما بگم در ایران ورقه های سرشماری میاد خونه شما، اگه شما این ورقه ها رو پست نکنید یا پر نکنید شما رو میبرن زندان. شما میگی آقا گفتم این آخوندا دیکتاتورن، حالا اینو داشته باش، من میبرم شما رو کانادا. ببینید در کانادا این آقای ایرانی بیننده برنامه ما میگه که ورقه های سرشماری رو که میفرستن اگه شما پر نکنی، بعد برات یه نامه میاد که اخطار، هشدار، قبلا هم بهت گفتیم اگه پر نکنی هم زندان میری هم جریمه مالی باید بدی. من برای این دوستمون نوشتم خب آقا پر کن. گفت نه آخه اون چیزای خصوصی آدم چی؟ آخه ببینید یه مقداری هم ما دیگه خودخواه شدیم. حالا شما از ایران یا با ویزا اومدی یا با پناهندگی آمدی، حالا که اومدی کانادا میگن آقا شما این ورقه رو پر کن ما ببینیم تو این منطقه، تو این خیابون چند نفرن، لوله آب چقدر قطرش باشه، ماشینا سرعتشون چقدر باشه، درآمد چقدر باشه، هزینه ها چقدر باشه. شما میگی نه من اینجا نمیخوام اینو پر کنم. میگن خب آقا اگه پر نکنی این چیزایی که ما اینجا داریم اینفورمیشن ها، اطلاعات غلطه. بعد شما میگی نه من میخوام که پر نکنم. اونا میگن خب اگه پر نکنی میندازمت زندان. بذار ببینم. بله من براشون اون وبسایت رو نگاه کردم، دیدم درست میگه، یه فرمی هم هست، اون فرمه بهشون گفته اگر پر نکنید به اصطلاح دیگه زندان نمیذارم ولی جریمه میکنن. حالا من نامه این دوست رو من براتون میخونم، یکم تون میخونم چون خیلی طولانیه. نوشتن سلام آقای سوربی، امیدوارم حالتون خوب باشه یا با خسته نباشید. مجدد بعد از مدت طولانی که با شما تماس نداشتم، من گاهی وقت کنم برنامه شما را میبینم، اگه بدبختی های زندگی اجازه بده. اگه شما که همیشه حس انسان دوستی خوبی دارید و واقعا قابل تشویق و احترام است، به من لطف کنید بگید میتونید این نامه را پخش کنید واسه هر سازمانی که میدونید. من فردا باید با یک وکیل حرف بزنم، اونقدر گرفتارم که حتی این کار را هم نمیتونم بکنم. من خودم واقعا از وکیل باید بپرسم که چه کار کنم. به من 5 روز وقت دادن، دولت کانادا به من نامه نوشته، تهدید کرده اگه فرم نظرسنجی اونها را پر نکنم از دست من شکایت میکنم که به دادگاه میکشن من را و جریمه میکنن. تا چند وقت پیش زندان هم بود اما الان فقط جریمه هست، ولی سوء پیشینه برای من ایجاد میشه. این خبر را بخونید میبینید که اگه تقاضای پر کردن نظرسنجی توسط فرد رد بشه به زندان میره تا 3 ماه. ببین شما دوست عزیز میگی اون زندان رفتن و ول کردن، دیدن آقا نمیتونن تعداد زیادی رو بکنن زندان، بعد شما میگی نظرسنجی. آقای عزیز و گرامی، نمیدونم خانمی آقا هستی، اسمت یه جوری که نامشخصه برای من. ببین سنسز این نظرسنجی نیست، این آماره. حالا شما فکر کن مثل اون وقتا که یه نفر میومد در خونه در میزد یا با یه دوچرخه آمده بود، یکی در زده در رو باز کرده میگه که من از اداره آمار آمدم. آقا داشتیم دیگه اداره آمار، اداره احوال، ثبت احوال، ثبت اسناد، اینا همه رو داشتیم دیگه تو همون ایران. هم اذیت نکن دیگه. خب
میگن آقا شما تو این مملکت زندگی میکنی، همه با هم توافق کردیم یا نمایندگانمون توافق کردن که باید حسابی باشه، کتابی باشه. بله یه جاییش میشینن تو سر هم میزنن که آقا تو میخوای ببینی اینجا چند نفر زندگی میکنن، ما اون قسمت رو قبول داریم، ولی میخوای ببینی چند نفر قانونی زندگی میکنن چند نفر غیر قانونی زندگی میکنن، این تجسس در امور شخصیه، اون شما بگی بله، ولی اونم نه من و شما. حالا دیگه من و شما آمدیم توی ده آدرس کت خدا رو میخوایم، تازه هر کی هم نگاه میکنه به دستمون میبینه چند تا قلب سنگ تو دستمونه، خب معلومه که میخوایم بریم خونه کت خدا سنگ بندازیم. شما سنگا رو زمین بنداز، فعلا کاری به خونه کت خدا نداشته باش، این آمارا رو هم پر کن، نه زندان برو نه جریمه بشو. اون شعر علی کنکوری رو هم گاهی وقتی گوش کن. بله خیلی ممنون از شما دوستانی که با ما بودید. اجازه بدید من این عکس خودم رو بهتون نشون بدم که سالها پیش یه دوست بهایی داشتیم، اون از یکی از برنامه‌های من این عکس رو گرفت و گذاشت و همینجوری مون توی سیستم، و هر وقت ما مشکلی داشته باشیم که قادر به پخش ویدیو نباشیم از این عکس استفاده می‌کنیم. این هم ماجرای این عکس. و میگه که این خانم تنازینی نبودش، حالا اومد قاهه بود، اونایی که میلیارد میلیارد به کیسه بانک کانادا میریزن هم زندان و دادگاه میرن. فعلا نه، حالا زمانه و خدا و روزگار رو چه دیدی که دست انصاف و عدل بیاد یقه اینها رو هم بگیره. دوستان عزیز، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اون قسمتی رو که ما روی فیسبوک گذاشتیم و دنبال این هستیم که 10,000 دلار پول جمع کنیم، را بیفتیم بریم دور آمریکا و از دور آمریکا برنامه پخش کنیم، نه مثل اون دیوانه پرویز قاطری، بلکه مثل آدم هر جا رسیدیم بهتون بگیم که الان رسیدیم نمیدونم پنسیلوانیا چنین و چنان، و شما هم بتونید بیاین صحبت کنید، حتی بتونید مثلا در برنامه ها شرکت کنید. میگیم ما از پنسیلوانیا داریم میریم به طرف بوستون، مثلا شما بگی که آقا تا بوستون هستی با آقای مرتضوی هم یه صحبتی داشته باش. اینم از برنامه ما. و برای من خیلی جالبه، من 20 سال در کار رادیو تلویزیون هستم، این همه هر کی مشکلات داره، دکتر میخواد، وکیل میخواد، کجا ماشین بخرم، کجا برم پست، کجا چیزامو پست کنم، چه جوری دلار خرید و فروش کنم، به ما زنگ میزنن، ولی تا حالا یه ایرانی یه نامه برای ما نیومده که بگه آقا فلانی فوت شد، گفته آقا 2 دلارم بدید به این تلویزیون. عجب ملتی هستیم واقعا. این آقای صمدانی، خدا بیامرزش، ابوالقاسم صمدانی فوت شد، پسرش با من تماس گرفت که آقا این آقای پدر ما خیلی از شما خوشش میومده، گفتیم والا اولا دشمنمون بود، بعدن که بیپول شد دید تو صنف ما اومده با ما دوست شد و اینجور و اونجور اینها، فقط خواستم خبر بدم که فوت شده. گفتیم خب ایشون هر وقت با ما صحبت میکرد میگفت سربی من پولامو دادم به تلویزیونای شاه اللهی، حالا بیپول شدم، ولی من روزی یک لاتاری میخرم، اگه لاتاری برنده شدم شما هم تو لیست هستی. به پسرش گفتم حالا اگه یه وقت ایشون این لاتاریایی که داره برنده بود ما رو هم، ایشون هم خندید و خداحافظی کرد و رفت. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید یک بار دیگه ممنون و متشکرم. حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. بازم از اون دوستی که اول برنامه 50 دلار لطف کرد و حمایت کرد تشکر میکنم و به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر ببینیم فردا برای ما چه خواهد آورد. مرسی.